سامانه ضد موشکی گنبد آهنین ساخت اسرائیل در امارات روایت احمد توکلی از نقش جنگیرها در تصمیم گیری مسئولان لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما نوابری های دفاعی اسرائیل در امور نظامی به مرزهای ایران نزدیک می شود امروز خبر رسید که سامانه ضد موشکی گنبد آهنین که توسط اسرائیل طراحی و تولید شده در امیرنشین های عرب حوضه خلیج فارس مستقر می شود تا بتواند بخشی از تهدیدهای موشکی رژیم ایران علیه آن امیرنشین ها را خنسا کند سخن از سامانه است که می تواند موشک های کوتاه برد و راکت های دشمن را در هوا شکار و متلاشی کند. این سیستم اکنون سه سال است که در مرز اسرائیل با نوار غزه مستقر می باشد و بیش از 90 درصد از راکت ها یا موشک را که ممکن بود به شهرک و بادی های اسرائیلی اصابت کند در هوا شکار و خونسا کرد. ایالات متحده یک واحد از این سامانه ها را از اسرائیل خریداری کرده و اکنون می خواهد آن را در امارات متحده عربی مورد آزمایش عملی قرار دهد حتی سخن از آن است که دولت عربستان سعودی نیز از این گونه سامانه ها استفاده کند رسانه های اسرائیلی نوشتند که اسرائیل موافقت کرده که با همت ایالات متحده آمریکا سامانه ضد موشکی اسرائیل در همه امیرنشین مستقر گردد گنبد آهنین البته توسط مهندسین و کارشناسان اسرائیلی طراحی و ساخته شده است ولی تقریبا همه هزینه آن توسط ایالات متحده تامین شده است. استقرار این سامانه در حاشیه جنوبی خلیج فارس نه تنها امکانات دفاعی اسرائیل را به حیات خلوت ایران می کشاند، بلکه روابط دوستی و همکاری بین اسرائیل و آن کشورها را نیز تقویت می کند. احتمال می رود که ارتش ایالات متحده سامانه گنبد آهنین را در همه پایگاه های نظامی خود در امیرنشینها مستقر سازد و همچنین در خاور دور نیز برای حفاظت از قرارگاه های خویش در برابر حملات موشکی از همین سیستم استفاده کند گنبد آهنین یک سامانه دفاع هوایی متحرک است که به ادعای مقامات اسرائیل به صورت شبانه روزی و در هر شرایط آب و هوایی فعالیت می کند و قادر است تا راکت ها و گلوله های توپ را در فاصله چهار تا هفتاد کیلومتر هدف قرار دهد. این سیستم از راداری چند منظوره و یک یا چند راکت انداز با 20 لانچر شلیک موشک تامیر تشکیل می شود که به گفته مقامات این رژیم قادر است محل اصابت راکت دشمن را پیش بینی کرده و به منظور جویی در هزینه هایی را که محل برخورد آنها در مناطق خالی از سکنه است نادیده بگیرد طی آن حزب الله لبنان با پرتاب راکت‌های متعدد خسارات و کشته‌های فراوانی روی دست اسرائیل گذاشت راکتهایی که در اواسط جنگ ایستگاه قطار شهر حیفا را مورد حمله قرار داد بسیاری از ساکنان سرزمین‌های اشغالی را آواره کرد و با واحد پدافندی ارتش اسرائیل را به این واقعیت رساند که سیستم دفاع ضد موشک دیگر کارایی ندارد. در جریان رزمایش های اخیر ایران یک موشک بالستیک رونمایی شد که هدف فرضی را به دقت دنبال می کند و تصور می شود این موشک از نسل موشک های فاتح باشد. هدف فرضی سامانه های ضد موشکی تاد آمریکا بود. بدین معنا تهران قصد دارد به واشنگتن بفهماند که این نوع موشک با تکنولوژی خود قادر است از رادارها خارج شده و از سامانه های دفاع هوایی بگذارد تا به اهداف خود در داخل پایگاه های مورد نظر برسد. سپاه اعلام کرده بر این اساس عملیات بارش موشکیش میتواند برخی توانایی دفاعی مناطق هدف گرفته را فلج کرده و ضرر بزرگی به سامانه های دفاعی نظیر گنبد آهنین اسرائیل برساند پیش بینی آینده برای مقامات اسرائیلی دشوار است و در صورت بروز هر بونه درگیری نظامی محدود بین ایران و ایالات متحده ای آمریکا و همچنین حمله هوایی محدود نیروی هوایی آمریکا به اهداف مربوط به نیروی دریایی سپاه و همچنین سپاه قدس در خاک ایران همواره احتمال حملات تلافی جویانه نیروی هوافزای با استفاده از های بالستیک شلیک شده از خاک سوریه و همچنین شلیک شده از خاک ایران به سمت اسرائیل وجود دارد به دلیل وجود این خطر نیروی دفاعی اسرائیل خود را برای مقابله با این تهدید آماده کرده است در صورت انجام هر گونه حمله موشکی از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران به سمت خاک اسرائیل فرماندهی پدافند هوایی این کشور مسئولیت مقابله با موشک‌های شلیک شده ایرانی را با استفاده از چهار مدل سامانه پدافند موشکی ساخت اسرائیل بر عهده خواهد داشت سامانه پدافندی ضد موشک بالستیک پیکان دو و نمونه بسیار پیشرفتی آن یعنی پیکان سه که به تازگی به خدمت نیروی هوایی اسرائیل درآمدند در, در صف نخست دفاع از حریم هوایی اسرائیل در برابر موشک های بالستیک برد متوسط برد بلند و قاره پیما قرار دارند هر دو سامانه قادر هستند تا موشک های بالستیک را پیش از ورود به جو منهدم کنند در نمونه پیکان سه که حداکثر ارتفاع درگیری آن با موشک بالستیک تا 2400 کیلومتر افزایش یافته است حتی میتواند تواند موشک های بالستیک را پیش از جدا شدن کلاهک بارشی یا خوشه ایشان مورد هدف قرار دهد. جهت مقابله با موشک های بالستیک کوتاه برد و تاکتیکی که میتواند از سمت سوریه به اسرائیل شلیک شوند، سامانه پدافند فلاخون داوود مورد استفاده واقع می شود. سامانه ای که به تدریج در حال جایگزین کردن پاتریوت های اسرائیل است. در مرحله بعد، چنانچه کلاهک موشک بالستیکی از گزند پیکان دو و و همچنین فلاخون داوود در امان باقی ماند، سامانه پدافند موشکی کوتاه برد گنبد آهنین وارد عمل می شود. تا پرتابه های موجود در کلاهک های بارشی را از میان بردارد. البته این سامانه ها به طور صد درصد توانایی مقابله با موشک های بالستیک را نداشته و در صورت شلیک همزمان تعداد بسیار زیادی از موشک های بالستیک درصد موفقیت آنها بیش از پیش کاهش پیدا می کند. هر لحظه ممکن است سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش دست به حملاتی غیرمنتظره علیه نیروهای آمریکایی در حال خروج از عراق بزند در آن صورت نیروی هوایی ایالات متحده دست به حملات تنبیهی محدود به سپاه خواهد زد حملاتی که از دید مقامات اسرائیلی ممکن است سبب شود سپاه به سمت این کشور موشکهای بالستیک شلیک کند در این صورت ارتش دفاعی اسرائیل دو معموریت ذکر شده در این گزارش یعنی ساقط کردن موشک های بالستیک شلیک شده به سمت اسرائیل و همچنین انهدام پایگاه های موشکی نیروی هوافضای سپاه را در ایران در دست اجرا قرار خواهند داد. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام با اشاره به نفوذ جنگیرها در تصمیم گیری های مسئولان در یادداشتی گفت متاسفانه جنگیرها و کهانت ورزان فاسد در سالهای اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه و ناکارآمدساز و جورفزای برخی از مسئولان و سرشناسان نفوذ داشتند. توکلی افزود افرادی که در لباس تاجران خیر و متدین به دنبال نفوذ بر علما و مسئولان هستند فارغ از آنکه کار خیری که از آیدی قصب املاک دیگران یا اجاره موقوفات به سمن بخص صورت گیرد را چه سود حتی اگر نگهداری از صدها کودک معلول یا ساخت حوزه های علمیه باشد و بدتر آنکه پای چنین افرادی را به تمشیت امور در آستان مقدس علی ابن موسی نیز باز نماید او در ادامه در مورد پرداخت خمس های کلان توسط برخی افراد فاسد به مراجع اراکلید مدعی می شود که آیت الله خمینی فریب این افراد را نمیخورد و میگوید البته امام چون جمع شدن ثروت های را از راه صحیح آسان نمیدید وقتی فردی در این بازار کساد چهل میلیارد تومان خمس می آبرد از خودش میپرسید منبع کسب او چیست توکلی همچنین به پرداخت وجوهات شرعی کلان از سوی شهرام جزایری که از مفسدان پیشین نظام اقتصادی بود اشاره میکند و مینویسد همان شهرام جزایری که معدود و آز مشهوری به وجوهات کلان او دست رد نزدند و منشه آن برایشان سوال نشد. همانهایی که حتی پس از صدور حکم وی از خیرات و مبراتش به نیکی یاد می کردند و هرگاه مسئولیت داشتند برای نجات ثروتمندان نابکار زرپرست قضات را تحت فشار قرار می دادند. شهرام جزایری در سال 1381 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شد و بعدا از این اتهام تبرئه شد او ادعا کرده بود که به بیت علی خامنه ای کروبی کر محمد رضا خاتمی حادی خامنهای، الیاس حضرتی و شصت نماینده دیگر مجلس پول داده است نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت های کازم صدیقی امام جمعه تهران که گفته بود موقع قسل میه چشمانش را گشوده و نگاهی مهربانانه به قصال انداخته اظهار داشت قصال آیت الله مصباح یزدی یک عبر بدهکار بانکی است که جنازه روحانیون سرشناس را به خانه خود میبرد و قسل میدهد او تاکید میکند که قصال آیت الله مسوا همان قصال مرحوم آیت الله حق شناس است اگرچه کازم صدیقی پس از این اظهارات ناچار شد تا عذرخواهی کند از آن زمان بسیاری از نزدیکان حکومت مسئولیت چنین روایتی را بر عهده قصال دانستند و نقل قول این چنین واعظ ویژه رهبر جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار ندادند در واکنش به این روایت علی مسواه یزدی فرزند محمد تقی مصباح یزدی گفت که اظهارات احمد توکلی اشتباه است و این اطلاعات غلط است. فردی که مد نظر ایشان و دیگران است قسال حاجاقا نبودند. طی ماههای گذشته وبسایت نشر آثار علی خامنه ای وابسته به دفترش مجموعه عکسهایی از مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی منتشر کرد که در آن علی خامنه ای به تنهایی در این سالن بزرگ نشسته و کازم صدیقی با فاصله بسیار زیاد برای او روز سه خوانده است